بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، دانش آموزان گرامی. با جلسه سوم از مبحث احتمال در خدمتتون هستیم. خاطرتون باشه جلسه قبل گفتم که بچه ها یه 3-4 مثال مونده، بعدش میخوام برم سراغ پرتاب دوتاست. حالا تصمیمم بنابرای دلایل عوض شد، گفتم که این مهمتره و اول اینو حل کنم. بچه ها بحث پرتاب دوتاست یکی از مهمترین بحث‌های ماست و به شدت ازش میتونه سوالات متعدد و متنوعی طراحی بشه. ببین، من حالا در واقع یه تیپ سوالا رو نوشتم، اینا رو میخوام دونه دونه با هم حل کنیم. فقط برای اینکه اول تعداد حالات ممکنه پرتاب دوتاست رو به دست بیاریم، اجازه بدید بریم اون سمت تخته و از روی جدول تعداد حالات رو پیدا کنیم. بچه ها تاس، خب دیروز بهتون گفتم، در واقع جلسه پیش گفتم که عرض به حضورتون هر تاس یه مکعبیه که 6 تا وچ داره و رو هر وچش 1, 2, 3, 4, 5, 6، یعنی یه عدد نوشته شده. شما وقتی دو تا تاس رو با هم پرتاب میکنی یا یک تاس رو دو بار پرتاب میکنی، هیچ فرقی نداره. چند حالت میتونه رخ بده؟ ببین، یه نمودار در واقع درختی میتونم رسم کنم. من درختیشو این بغل جدول میکشم، ببینی که درختیه، نه اینکه قشنگ نموشه، ولی خب شاخه هاش خیلی زیاد میشه. مثلا اگر تاس اول دقت میکنی باشه 1, 2, 3, 4, 5, 6، تاس اول پرتاب میکنی، چند تا حالت میتونه اتفاق بیفته؟ یا 1 میاد، یا 2، یا 3، یا 4، یا 5، یا 6. حالا مثلا فرض کن که 3 اومد، خب تاس دوم میخوام پرتاب کنم. برای تاس دوم چند تا حالت دارم؟ میگم تاس دومم ممکنه یا 1 باشه، یا 2 باشه، یا 3 باشه، یا 4 باشه، یا 5 باشه، یا 6 باشه. یعنی به ازای هر یک از این اعداد 1 تا 6 که متعلق است به تاس اول، میتواند 6 حالت مختلف برای تاس دوم اتفاق بیفتد. الان نگاه کن، من فقط جلوی 3 6 تا شاخه کشیدم، جلوی هر کدوم از این 6 تا شاخه کشم تعداد شاخه ها زیاد میشه و در واقع ما اونقدر جا برای درختکاری نداریم. یعنی باید در واقع این وظیفه رو محول کنیم به سازمان مراتع و جنگلداری. علایه ها توی دوتا تاس بگو جدول بهتره تا نمودار. میام سراغ جدول. آقا این تاس 1، این در واقع ستون 1, 2, 3, 4, 5, 6، اینم تاس 2، اعدادش رو به صورت سطری نوشتم این بالا، 1, 2, 3, 4, 5, 6. خب طبیعتاً 6 تا میشه چند تا؟ 36 تا. میخوام این 36 تا حالت رو با هم بنویسیم. اتفاقاً نوشتنش از روی بیکاری ما نیست، بلکه محاسن بسیار زیادی داخلش وجود داره. بریم ببین این خونه چیه؟ 1 و 1، یعنی این عدد سمت چپ برای در واقع تاس 1 که از اینجا ناشی میشه، عدد سمت راست هم برای این هاست که متعلق به تاس 2ه. خب این میشه 1 و 1، این میشه چند؟ 1 و 2، یعنی تاس اول 1 بیاید، تاس دوم 2. 1 و 3، تاس اول 1 بیاید، تاس دوم 3. 1 و 4، 1 و 5، 1 و 6. اینجا 2 و چند میشه؟ 2 واسه تاس اول، تاس دومت انداختی 1 اومده، 2 و 1. این 2 و 2، 2 و 3. بریم جلو، 2 و 4، 2 و 5، 2 و 6، 3 و 1، 3 و 2، 3 و 3، 3 و 4، 3 و 5، 3 و 6، 4 و 1، 4 و 2، 4 و 3، 4 و 4، 4 و 5، 4 و 6. خسته شدید؟ این دو ردیف هم بریم، 5 و 1 چون مهمه، 5 و 2، 5 و 3،
تو امتحان نمیخواد همه خونه ها رو پر کنی، اگر مثلا خواستی از روی جدول بری، چون معمولا تو امتحان میگن یا جدول یا نمودار درختی، چند تاشو به عنوان نمونه پر کنی کفایت میکنه. تو چون میخوام از روی این جدول یه سری مطالب استخراج کنم، دارم مجبورا همه میخوام توی تدریسم پرش کنم. شما تو دفترتون بنویسید 5 و 3 5 و 4 5 و 5 5 و 6 6 و 1 6 و 2 6 و 3. این خونه چنده؟ این خونه میگم آقا تاس اول 6ه، تاس دوم 4ه، از برخورد 6 و 4 در واقع تشکیل میشه. این خونه میشه 6 و 5، اینم میشه 6 و 6. بچه ها اینجا نگاه کنید، این قطر رو من علامت میزنم، 6 در 6 دیگه یه قطری داره، اینو ستاره‌ای میکنمش، در واقع به اینا یه ستاره‌ای میزنم. اینا حالت‌هایی که دو تا تاس یکسانن، 1 و 1 2 و 2 3 و 3 4 و 4 5 و 5 6 و 6. حالا اونجا سوالش هم بعدن حل میکنیم. این از این عرض به حضور شریفتون که نسبت به این قطر جدول ما یه تقارنی داره، 1 و 2 2 و 1، یعنی ممکنه تاس اول مثلا برای منه، تاس دوم مثلا برای آقای عسکریه که تو این کلاس الان حضور داره و به شما سلام میرسونه. خب تاس من اگر 2 بیا تاس ایشون 1، در واقع 2 و 1 میشه، 2 واسه من 1 واسه آقای عسکری. ممکنه برعکس بشه، من تاسمو بنازم 1 بیاد، آقای عسکری بنازشم بیاد 2 بیاد. پس متفاوته، 2 و 1 با 1 و 2 متفاوته. هر تاس یک شناسنامه منحصر به فرد داره، این تاس منه تاس اول، تاس دوم مثلا رنگش هم ممکنه متفاوت باشه، این سفید اون مثلا آبیه، و تاس دوم متعلق به آقای عسکریه. پس بین 1 و 2 و 2 و 1 حتما تمایز و تفاوت قائل میشویم. نگاه کن 3 و 1 1 و 3، 4 و 1 1 و 4، نسبت به این قطر ستاره دار تقارن دارن. 3 و 2 2 و 3، دوباره 1 و 5 5 و 1 4 و 2 2 و 4. عرض به حضور شریفت که همینطوری میتونیم ادامه بدیم، مثلا اینجا 1 و 6 6 و 1 5 و 2 2 و 5 3 و 4 4 و 3 و 5 و 3 3 و 5 6 و 3 3 و 6 6 و 3 5 و 4 4 و 5 5 و 6 6 و 5. خسته شدید؟ خب پس این در واقع جدول نسبت به قطری که شامل تاس های یکسانه چیه؟ متقارن هست. حالا از توی این جدول کل نمیتونیم مطلب بکشیم بیرون، عجله نمی کنیم، میریم اون سمت. خب بچه ها قسمت الف میگه آقا در پرتاب همزمان دو تاس یا دوبار پرتاب یک تاس احتمال هر یک از موارد زیر را بیابید، هر دو تاس 3 بیاید. اون جدولم اگر همزمان داشته باشی خیلی خوب میشه. نگاه کن تو جدول ببین هر دو تاس 3 کجاست. من میرم سمت جدول، هر دو تاس 3 اینجاست، 3 و 3. چند تا حالت از این 36 تا حالت داری که هر دو تاسش 3 بیاد؟ فقط یک حالت. وقتی هر دو تاس 3 میاد یعنی در واقع فقط 3 و 3 داریم. و بچه ها احتمال چی بود؟ احتمال یه کسری بود، یه نسبتی بود، صورتش تعداد حالات مطلوب و مد نظر بود. خب 3 و 3 1 حالته، مخرجش کل حالات ممکن بود. کل حالات ممکن چند تاست؟ 36 دار. من بغل جدول این نمودار درختی رو پاک بکنم، این بغل بنویسم آقا جان تعداد کل حالات ممکن برای دوتاست 6 6 تا 36 حالت هست. بریم قسمت ب. میگه یک تاست 2، دیگری یعنی اون یکی تاست 4 بیاد. چند تا حالت داره؟ میتونیم به جدولم نگاه کنیم. حالا من دیگه خودم اینجا براشتون توضیح میدم. یک تاست 2، دیگری 4، یعنی ممکنه 2 و 4 بیاد، یا بچه ها 4 و 2
دو و چهار تاس اول دو، تاس دوم چهار، چهار و دو برعکسشه دیگه، تاس من چهار، تاس مثلا ایشون چند؟ دو. چند تا حالت میشه دوستان؟ دو تا حالت. احتمالش چی میشه؟ احتمالش میشه دو سی و شیشم یا یک هیجده هم. ساده کن، همیشه کسر رو ساده کن تو ریاضی، یادت نره. جیم شبیه ب، از بس دادم که با ادبیات آشنا بشی. یعنی دیروزم گفتم مبحث احتمال مبحثیه که به شدت نیازمند دقته و ادبیات فارسی اینجا نقش مهمی داره، دقت شما به نوع جملات، به نوع کلمات. تاس اول دو، تاس دوم چهار، میگه احتمال این چقدره؟ احتمال این حالت رو حساب کنید، تاس اول دو، تاس دوم چند؟ چهار. بچه ها دیگه چهار و دو قبول نیست، اونجا میگفت یه تاس دو اون یکی چهار، پس هم دو و چهار بود هم چهار و دو. اینجا محدودیت گذاشته، فقط تاس اول میتونه دو رو اختیار کنه، تاس دوم چهار. چند حالته؟ یک حالت. احتمالش چی میشه؟ میشه یک به روی تعداد حالات مطلوب، یک تعداد حالات ممکن، کل حالات ممکن در واقع 36. هر دو تاس یکسان میاد. تو جدول اشاره کردم اون قطره 1 و 1، 2 و 2، 3 و 3، 4 و 4، 5 و 5 و 6 و 6، این قطر قطریه که هر دو تاس چی میاد؟ یکسان میاد. 6 تا حالت داریم، پس در واقع احتمالش میشه چند؟ احتمالش میشه 6 36 که وقتی ساده بشه میشه 1/6. بچه‌ها قسمت بعدی هم مهمه، دو تا تاس یکسان نیاید. اگر به مطلب فوق یعنی یکسان بودن دو تاس توجه و عنایت نداشته باشی، سخته مستقیم اینو بخوای حل کنی. دو تا تاس مثلا یکسان نیاد، باید میخوای بشماری مثلا 1 و 2 و 1 1 و 5 5 و 1، هی میخوای بشماری، خب خیلی طولانی میشه. اینجا از چی استفاده میکنیم؟ از یه مسئله منطقی و ساده. قبلا بهتون گفتم این جمله رو دقت کن، احتمال وقوع یک پیشامد به علاوه احتمال عدم وقوع آن پیشامد برابر است با 1. اون عدم وقوع پیشامد رو گفتم اصطلاحا میگم متممش، متمم اون پیشامد. اینجا یکسان بیاید در واقع متممش میشه یکسان بیاید. تو یکسان بیاید و حساب کردی، عدم وقوعش میشه، یعنی هر چیزی غیر از یکسان بیاید میشه اون یکی حالت، یکسان نیاید. جمع این دوتا باید عدد واحد باشه، پس احتمال این میشه چی؟ میشه در واقع پی مساوی با 1 منهای 6 36 به عبارت میشه 30 36 یا 5/6. الان 1/6 با 5/6 میشه واحد، یا 36 با 6/36 میشه واحد. زمینه که یه جور دیگه میتونستی استدلال کنی، بگی کلا 6 تا حالت یکسانه، کل حالت هم چند تا؟ 36 تا، پس 30 تاش غیر یکسانه، 30 به 36. حالا من از قصد از این راه رفتم که این در واقع احتمال عدم وقوع هم یه یاداوری براتون میکنم. یک تاس مضرب 3، یک تاس مضرب 4. بچه ها مثلا تو تاس ما مضرب 7 داریم؟ نه، تاس از 1 تا 6. حالا یه تاس مضرب 3 یعنی چی؟ یعنی مثلا یه تاس بیاد 3، اون یکی تاس مضرب چند؟ مضرب 4. خب یکیش 3 و 4ه، ممکنه برعکسش هم اتفاق بیفته دیگه، بشه 4 و 3. یک تاس مضرب 3، یک تاس مضرب 4. مضرب 4 که 8 نداریم، فقط خود 4ه، ولیکن مضرب 3 چیه؟ غیر از 3 6 هم ممکنه حادث بشه، اتفاق بیفته. پس در واقع یه حالت دیگه چیه؟ 6 و 4 و برعکسش 4 و 6. بچه ها کلن چند تا حالت میشه؟ 4 تا حالت. احتمالش میشه چند؟ 4 36. اگر در واقع اینجا مشخصه ریز نمیشم، 4 36 که اگر ساده بکنی چی میشه؟ اینجا جوابشو بنویسم، ساده بکنی میشه 4 به روی 36، 1 به روی 9. و حالت بعدی،
تاس اول، باز اینجا اون محدودیت رو میخوام بهت یادآوری کنم که حواست باشه، تاس اول مضرب سه، آقا حتما باید تاس اول مضرب سه باشه، یعنی یا سه باشه یا شیش. تاس دوم مضرب چهار، پس سه و چهار هست ولیکن چهار و سه نیست، شیش و چهار هست ولیکن چهار و شیش نیست. احتمالش میشه چند؟ احتمالش میشود دو حالته دیگه، میشه دو سی و شیشون، دو سی و شیشون یا چند چندون؟ یک به روی هجده. بیایم اینجا یه پله سخت‌تر، شما توجه کنید تقسیم اعلامی خدمتتون. خب من یه مقدار سرما خوردم ببخشید. بچا میگه چی؟ میگه مجموع دو تاس هشت بیاید، درسته؟ مجموع دو تاس هشت بیاید. خب اگر بیایم جدول روش زوم کنیم، تو اینجا باهاتون کار دارم، یه کار مهم. بسم الله، نگاه کن آقا جان، مجموع دو تاس چند دو از چند، یعنی مینیممش حداقلش چند میتونه باشه؟ دو تا تاس می‌نازی، تو جواب بده حداقل مجموع دو تاس چند میتونه باشه. آقا اجازه، اگر دو تاس یک بیان جفتشون، مجموع دو تاس میشه چند؟ دو. پس حداقلش میتونه دو باشه که از یک و یک حادث میشه. مجموع دو تاس حد اکثرش میتونه چند باشه؟ آقا تاس که بیشتر از 6 نداریم، 6 و 6 میشه چند؟ 12. 6 و 6 میشه 12. پس این حد اکثر مجموع، این حد اقل مجموع. بریم سراغ مجموعی دیگه. پس از 2 داریم تا 12، مجموع دو تاس 3. نگاه کن، گفتم این جدول خیلی جدول مهمی، نسبت به این قطر اینا با هم چیان؟ متقارنن. این دوتا رو نگاه کن، یک و دو جمعش چند میشه؟ سه. دو و یک هم جمعش میشه سه. چند تا حالت داریم واسه مجموع سه؟ دو حالت. بعدی بیا در واقع این رو با این با این نگاه کن، یعنی اینایی که در یک راستا هستن یک قطرن، قطر برعکس در واقع اون قطر اصلی، نگاه کن. پس یه باری بگم، یک و یک جمعش شد دو، دو و یک و یک و دو جمعش شد سه. حالا بیا اینا رو کن، یک و سه و یک جمعش میشه چهار، دو و دو چهار، یک و سه چهار. پس این سه تا جمعشون میشه چهار، واسه چهار سه حالت داریم. عدد بعدی جمع میشه چند؟ پنج. برای پنج علل قاعده باید چهار حالت داشته باشیم. بریم ببینیم، چهار و یک سه و دو دوتا، دو و سه سه تا، یک و چهار چهار تا. این چهار حالت واسه مجموعه پنج بودن. حوصله دارید تا آخرش بریم؟ بسم الله. عددی که میخوام بررسی کنم واسه مجموعه شیشه. نگاه کن، پنج حالت داریم، پنج و یک، این قطر رو برو بالا، پنج و یک میشه شیش، چهار و دو شیش، سه و سه شیش، دو و چهار شیش، یک و پنج شیش. در واقع پنج و یک دارم، یک و پنج دارم، چهار و دو دارم، دو و چهارم دارم، هر دو سه هم دارم که میشه پنج حالت. مجموع بخوام هفت باشه، بچه ها بیشترین حالتی که اتفاق میفته واسه مجموعه ها عدد هفته. یادت هست گفتم این قطر چیه؟ این قطر بود برای تاس های یکسان، هر دو یک، هر دو دو الی آخر. حالا این قطر رو نگاه کن، اینو با دایره مشخص کنم. اینو نگاه کن، 6 و 1 میشه 7، 5 و 2 7، 4 و 3 7، 3 و 4 7، 2 و 5 7، 1 و 6 7. در واقع 1 و 6 و 6 و 1 داره، 5 و 2 و 2 و 5 داره، 4 و 3 و 3 و 4 هم داره. چند حالت واسه مجموعه 7 اتفاق میفته؟ 6 حالت. پس میتونم جواب اینو الان بنویسم، جواب پایینیه رو، حالت دوم مجموعه دو تاست 7. میگم آقا 6 تا حالت دارم واسه مجموع 7. یه بار دیگه میگم، 1 و 6 6 و 1 2 تا، 2 و 5 5 و 2 4 تا، 3 و 4 4 و 3 6 تا. 6 حالت واسه مجموع 2 تا 7 بشه دارم که 6 به روی 36 میشه 1 به روی چند؟ 6. مجموع 8 بالا گرم الان میرسیم.
خب نگاه کن این قطر رو نگاه کن، 6 و 2 2 و 6 دو حالت، 5 و 3 3 و 5 و 4 و 4 5 حالت. پس چه اعداد این مجموعشون 8؟ بسم الله، 2 و ببخشید 2 آره 2 و 6 8 میشه دیگه، 6 و 2 3 و 5 5 و 3 و 4 و 4. پس 5 حالت داریم که مجموعشون برابر 8 میشه و احتمالش میشه 5 36. جدول ادامه بدم. مجموع مثلا 9 رو بخوای بررسی کنی، 6 و 3 3 و 6 5 و 4 4 و 5 میشه 4 حالت. برای مجموع 10 بخوای حساب کنی، 4 و 6 6 و 4 5 و 5. برای مجموع 11 5 و 6 6 و 5 و 12 هم 6 و 6. البته یه نکته تستی وجود داره که میتونی در واقع همینطوری در عرض یک ثانیه از تو اگر بپرسن چند تا حالت داره مجموع میشه 9 یا مجموع میشه مثلا 2 بگی، ولی ما تو کلاس این نکته رو بیان نمی کنیم و شما هر موقع مجموع رو بهتون دادن که تقریبا تو نمیگم همیشه ولی تو اکثر امتحانا، یعنی هر موقع دو تا تاس بیان بشه تو امتحان، علل قاعده یکی از سوالاش مجموع دو تاسه. شما برای یافتن مجموع یا به جدول مراجعه بکن یا ذهنی حساب بکن. مثلا ذهنی مجموع دو تاس میخواد بشه چند؟ 5. خب 1 و 4 4 و 1 که میشه 5، 2 و 3 3 و 2. خب این دوتا سوال سوالای چیان مهمتری هم. من این 36 رو پاک کنم که تعداد کل حالت منه، اینا رو یه سوالای قشنگ سخت میشن. آقا مجموع مخصوصا پایینیه، خوب دقت کن، مجموع دوتاست حداقل 10 باشه. آقا با واژه حداقل آشنایی؟ یعنی کم کم دست کم. مجموع دوتاست حداقل 10 باشه یعنی چند باشه مجموع؟ خود 10 میتونه باشه، گفته حداقل 10، بله خود 10 میتونه باشه. 11 چطور؟ بله میتونه باشه. 12 چطور؟ میتونه باشه. 13 چی؟ نداریم که مجموع جدا 13. بچه ها 10 اگر مجموع بخواد بشه 10 چند تا حالت داره؟ 3 تا حالت داره. حالت ها چیه؟ 6 و 4 4 و 6 5 و 5. پس این آقای 10 مجموع بشه 10 ها 3 حالت داره. 11 چند تا حالت داره؟ 2 تا حالت، 5 و 6 6 و 5 این 2 تا حالت داره. 12 هم که 6 و 6 دیگه، اینم یه حالت داره. پس وقتی میگه حداقل 10 یعنی یا 10 یا 11 یا 12 که 3 حالت با 2 حالت 5 با 1 حالت 6. تعداد کل حالات مطلوب من 6ه، 3 و 2 5 و 1 6. تعداد کل حالات ممکن من 36ه، 6 به روی 36 1 6ون. این سخت‌تره. مجموع دو تاس حد اکثر 10 باشه. حد اکثر 10 یعنی چی؟ یعنی بیشترینش 10 باشه دیگه. 11 قبول نیست، 12 هم قبول نیست. پس مجموع دو تاست 2 میتونه باشه؟ بله. 3 میتونه باشه؟ بله. 4 چی؟ 5 چی؟ 6 7 8 9 10. خب آقا بخوام حساب کنم ببینم مجموع دو تاست حد اکثر 10، باید واسه تک تک اینا حساب کنم چند تا حالت مجموع میشه 2، چند تا حالت میشه 3، چند تا حالت 4، چند تا حالت 5، 6، 7، 8، 9، چند تا حالت 10. قابل حل هست، وقتم تلف میشه، سر امتحان زمان کم دارم. آیا میشه به این سوال رکب زد؟ آیا میشه هوشمندانه سر این سوال شیره مالید؟ میگم بله میشه، اگر به درس توجه کرده باشی میشه. اگر هنوز جوابشو پیدا نکردی فیلمو استاپ بکن، یه فکری بکن، چون اگر حل کنی یعنی که درس کامل یاد گرفتی. من ادامه میدم. بچه ها جمله‌ای که چند دقیقه پیش گفتم تکرار میکنم، بسیار حائز اهمیته. احتمال وقوع هر پیشامد
به علاوه احتمال عدم وقوع آن پیش آمد برابر است با واحد. عدم وقوع چی میشه؟ یعنی در واقع متمم، آن چیزی که اونجا نیست. مثلا عرض به حضور حضرت عالی که توی اونجا بود دیگه، دو تا تاس یکسان بیاد، عدمش چی میشه؟ دو تا تاس یکسان نیاد، یکسان بیاد، یک ششم احتمالش، یک پنج ششم، جمعش میشه شش ششم یا واحد. خب من برای این که من در واقع این همه نمیخوام حل کنم، میام رکب میذارم، میگم آقا متمم اینا چیه؟ متمم یعنی چی؟ یعنی عدم وقوعشون. اون یکی حالت، هر چیز غیر از اینا مجموع چیه؟ دو تا دوازده. تو این دو تا دوازده چه حالتایی هستش تو این نباشه؟ آقا اجازه، یه دونه یازده، یه دونه نیز دوازده. میگم احسنت بر تو، تو بیا این دوتا رو حساب بکن، آخر سر جوابش از یک کم میکنی، جمع دوتا میشه یازده. خب یا پنج و شیشه یا شیش و پنجه، چند حالت داره؟ دو حالت. جمع دوتا میشه دوازده. دوازده چند تا حالت داره؟ فقط شیش و شیش، یک حالت. بچه این یازده و دوازده متمم اونه ها، متمم اصل سواله. یعنی عدم وقوع دو تا ده منجر میشه به مجموع یازده و دوازده. خب دو حالت با یک حالت میشه چند حالت؟ سه حالت. احتمال متمم یعنی عدم وقوع که مثلا با پی، یه پریم هم بالاش بذاریم، پی پریم نمایش بدیم، میشه چند؟ چندو میشه دو، میشه دو و یک، سه حالت. میشه سه چندم؟ سه بگو، سی و شیشم. سه سی و شیشم اگر ساده بشه، اینجا میمیسن زیدش، ساده بشه میشه چند؟ سه به سه یک، سی و شیش به سه دوازده. این از این. خب اگر فکر کنی جواب اینه، به خطا رفتی، یا این متممشون عدم وقوع دو تا ده بود، یازده و دوازده. میرم سراغ اون، میگم خب جواب اینو میشه یک من واحد منهای یک دوازده هم. یعنی جواب من میشه احتمالش میشه چی؟ میشه واحد یعنی یک منهای یک به روی دوازده که میشه چند؟ میشه در واقع یازده دوازده هم. یا میتونستم بگم یک منهای سه سی و شیشم میشه سی و سه سی و شیشم، و سی و سه سی و شیشم میشه یازده. پس جواب این سوال یازده دوازده هم دیگه. تو مجموع مثلا این تقریبا سخت‌ترین نوع سواله. بچه‌ها به تخته توجه کنید تا بریم سراغ بخش بعدی. خب بچه‌ها کماکان در مثال بسیار مهم پرتاب دو تاس به سر می‌بریم. جدول پاکش کردم دیگه، بهش نیازی نداریم و یاد گرفتیم، اون مواردم پاک کردم. سوال یه بار یاد میخونم: در پرتاب دوتا تاس احتمال هر یک از موارد زیرا بیابید: هر دوتا تاس زوج باشه، هر دوتا تاس فرد باشه، یک تاس زوج، دیگری فرد. حالا اون دوتای آخرم بعدم میخونیم. بچه ها میخوام اول سر هر دوتا تاس زوج باشه با هم دیگه صحبت کنیم. یه لطفاً این سمت تخته. دوستان عزیز ببین، میتونستی از اون 36 تا حالتی که داشتی تو جدول بشماری، ولی خب کار در واقع به نوعی سختیه و زمان بره، احتمال خطا هم توش زیاده بخوای دونه دونه بشماری که چه موقع هر دو تا تاس زوج میشه. یعنی اصلا کار عقلایی و منطقی نیست. میگم برای این تیپ سوالا از نمودار درختی استفاده میکنم. نگاه کن، این تاس اول من، تاس شماره یک من، اینم تاس شماره دو یا تاس دوم من. خب عرض به حضور شریف شما که یک درچم از اینجا بردارم. دوستان عزیز و ارجمند، دو تا تاس میخواد زوج باشه، به من بگو بین یک تا شیش چه عددی زوجه؟ خب دو، چهار و شیش زوجه، یک، سه، پنج فرده. تاس اولو میندازم،
اگر قرار باشه روی زوج بودنش زوم کنم و موارد مطلوب من، حالت مطلوب و مورد نظر که صورت کسر احتماله زوج باشه، تا سه اول یا میتونه چی باشه؟ دو باشه، یا میتونه چهار باشه، یا میتونه شیش باشه. با یک و سه و پنج کاری ندارم. الان حالت مطلوب من اینه که هر دو تاس زوج باشن، دو، چهار، شیش. خب بچه ها تاس اولم مثلا شد دو، تاس دومم چی میتونه باشه؟ آقا اجازه، تاس دوم شما هم چون قراره که روی زوج بودن بحث کنیم، یا میتونه دو باشه، یا چهار یا شیش. دو، چهار، شیش، دو، چهار، شیش. بچه ها چند تا شاخه شد؟ سه، 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 نه تا. به عبارتی تاس اول سه حالت داشت، دو، چهار، شیش. به ازای هر یک از این حالتها تاس دوم نیز سه حالت براش متصور هستیم، دو، چهار، شیش، دو، چهار، شیش، دو، چهار، شیش، میشه سه، سه تا، نه تا. پس یه سوال، زوج بودن چند حالت داره؟ من اینجا بنویسم، در واقع زوج بودن یعنی هر دو زوج، هر دو اگر قرار باشه زوج باشه کلن چند تا حالت داره؟ سه، سه تا، نه تا، نه تا حالت. درست شد؟ من دیگه اینجا با یک، سه، پنج کاری نداشتم. قسمت بیم میخوام یه بحثی روش کنم، هنوز جوابش رو نگفتم، احتمالش رو بیان کنم، فقط تعداد حالتش رو بده کردم. قسمت در واقع به که حالا اینجا اسمش میمه دیگه، به ترتیب حروف ابجد رفتیم، میگه هر دو تا تاس فرد بیاد. این نمودار درختی رو دیدی؟ من میخوام اینو با اجازت پاک کنم، یعنی همینجا میتونی فیلمو استوب کنی، اینو روش زوم کنی و مطالعه کنی. من اینو پاکش میکنم، شاخه هاشو میذارم باشه، به درختان آسیب نمیرسونم. خب بچه‌ها میخوام بررسی کنم ببینم هر دو تا تاس، هر دو منظورم هر دو تاس ها فرد باشه، این چند تا حالت داره. خب آقا فرد تاس اول یا یک یا سه یا پنج. اگر تاس اولت یک باشه، تاس دوم قراره هر دو فرد باشه، باز یا یک یا سه یا پنج. یک سه پنج، یک سه پنج. تاس اول سه حالت دارد که به ازای هر یک از این حالت ها برای تاس دوم نیز سه حالت وجود دارد. برای اینکه هر دوتا فرد بشه، بحثم هر دو فرده، پس زوجا رو گذاشتمش کنار. یعنی تو اگر بری توی جدول ببینی نه تا حالت پیدا میکنی که هر دوتا فرده. من نه تا حالت رو شفاهی بیان میکنم، یک و یک، یک و سه، یک و پنج، سه و یک، سه و سه، سه و پنج، پنج و یک، پنج و سه، پنج و سه، یعنی تاس اول پنج، تاس دوم سه، و پنج و پنج. اگه مثلا دقت کنید تو اینا ما عرض به حضور شریفت یک و یک داریم، سه و سه داریم، پنج و پنج هم داریم که هر دوتاشون یکسانه. پنج و سه دارم، سه و پنج هم دارم، پنج و یک دارم، یک و پنج هم دارم، یک و سه دارم، سه و یک هم دارم. علی حال کلش شد چند حالت؟ آقا کلش میشه نه حالت. خب قبل از اینکه حالا برم اون ور تخته، رو همین ور ادامه بدم، حالا میخوام ببینم که چی؟ ببینم که دوتا تاس، یکیش زوج باشه یکیش فرد، بیام دسته بندی کنم، بگم تاس اول اولی زوج، دومی فرد. یه حالت دیگه بگم تاس اول یعنی اولی فرد، تاس دوم یعنی دومی زوج. بچه ها این مباحثی که دارم میگم دیگه جزء سخت‌ترین سوالات احتماله که چه تو هشتم چه تو چه بسا داخل نهمم در واقع از این سوالا بدن، چون حالا ایشالا سال بعد بگید نهم احتمالش در واقع تو کتاب درسی در حد یک صفحه است، یعنی عملا یاداوری هشتمه. علی حال من مجدد به شاخه ها آسیب نمیرسونم، این میوه هاش رو میچینم. خب دوستان میخوام برم سراغ این جمله سوم، اولی زوج تاس اول، دومی فرد.
آقا اجازه اولی زوج یعنی یا اولی دو است یا چهار یا شش، تاس دوم فرد. حواست باشه خوب دقت کن، اولی زوج دو چهار شش، دومی گفتم فرد، یعنی دومی یا یک هست یا سه یا پنج. یک سه پنج، یک سه پنج، دو و یک، دو و سه، دو و پنج، چهار و یک، چهار و سه، چهار و پنج، شیش و یک، شیش و سه، شیش و پنج. تاس اول سه حالت به ازای هر کدوم سه تاس، سه تا نه تا میشه نه حالت. این نه حالت واسه چی بود دوستان من؟ اولی زوج دومی فرد. بریم سراغ آخریش، اولی فرد دومی زوج. مجدد اعداد پاک میکنم چون فضای تخت محدوده دیگه، نمیخوام هی نمودار درختی رسم کنم. کلن دیروز بهتون گفتم دیگه جلسه پیش، تعداد یافتن تعداد حالات ممکن یا با استفاده از نمودار درختی است یا با استفاده از جدول. راه دیگه وجود داره برای سالهای بعده. خب علایه حال، آقا اولی فرد یعنی اولی یا یک است یا سه یا پنج، دارم راجع به این بحث میکنم. اولی فرد، دومی زوج، تاس دوم زوج، زوج یعنی دو چهار شیش، دو چهار شیش، دو چهار شیش، اولی فرد دومی زوج، تعداد شاخه رو بشمار، نه تا، سه سه تا نه تا. اینم میشه چند حالت؟ میشه نه تا حالت. خب کلن این آقای دوتا تاست چند تا مجموعه داره؟ شیش شیشتا، سی و شیشتا، جدولمون سی و شیشتایی بود دیگه. چند تا نه تایی داری؟ یک دو سه چهار، چهار نه تا، سی و شیش. پس کل دوتا تاس رو از لحاظ زوج و فرد بودن اینجا آوردم روی تخته. هر دو زوج باشه نه حالت داره، نمیخواد حفظ کنی یا هر موقع بهت گفتن همینطوری که من حل کردم به دست میاری. هر دو فرد نه حالت داره، اولی زوج دومی فرد نه حالت، اولی فرد دومی زوج نه حالت. بچه اگر از شما بپرسن که یکی یعنی مثلا یک تاس، یک تاس زوج، دیگری فرد، یه دونه تاس حالا هر کدوم زوج دیگری فرد، میگی خب یا اینه یا اینه دیگه، اولی زوج دومی فرد، اولی فرد دومی زوج. اگه یه دونه تاس همینطوری زوج بشه یه دونه فرد، نه نه میشه چند تا حالت؟ 18 تا حالت. بریم با هم اون سمت تخته، این برم میخوام البته یه نگاهی روش بیاندازید. آقا من اینا رو هم برای اینکه توی دوربین مشخص بشه از هم جدا کنم، به تقوا نزدیکتر است. خب هر دو تا تاس زوج بیاد چند تا حالت بود؟ نه تا حالت. اون برای داری میبینی خودت، احتمال یعنی تعداد حالات مطلوب 9 به تعداد حالات ممکن 36، 9 به 36 یک چهارم. هر دو تا تاس فرد اینجا چند حالت بود؟ 9 حالت. تعداد حالات مد نظر مطلوب به تعداد کل حالات ممکن باز 9 36 یا یک چهارم. یک تاس زوج دیگری فرد، دیگه نگفتم اولی زوج دومی فرد، کلی صحبت کردم. یک تاس زوج دیگری فرد، خب اینا ها دیگه این دو تاس که گفتم یه تاس زوج دیگری فرد میشه 9 و 18 حالت. پس در واقع میشود تعداد حالات مطلوبم 18، تعداد کل حالت های ممکن 36، 18 به روی 36 یک به روی 2. و اما یکی از حداقل، اینم در واقع بازی با کلمات دیگه و میخواییم هوش شما رو بسنجیم، حداقل یکی از تاس ها فرد بیاد. آقا میایی با من اون سمت تخته، فقط به اینم توجه کنه، حداقل یکی از تاس ها فرد بیاد. خب نگاه کن اینجا هر دو زوج قبول نیست، این قبول نیست، هر دو فرده، حداقل یکی فرد، یعنی دست کم یه دونش فرد باشه. خب هر دو تا فرد قبوله دیگه، این جمله مورد نظر ما هست. اولی زوج دومی فرد، یه دونه توش فرده، اینم درسته.
اولی فرد، دومی زوج، اینم درسته. یعنی این سه تا توش یه دونه فرد، یه دونه فرد، دو تا فرد تو این سه تا جمله که تیک زدم بغلشون، به عبارتی حداقل یکی فرد وجود داره. بنابر این میشه چی؟ این میشه چند حالت شد؟ 9 با 9 18 با 9 27 سه 9 تا 27 تا 27 به روی 36 ساده بشه میشه چند؟ 27 به 3 9 36 به 3 به 9 ساده کنم دیگه اصخایی میکنم 27 به 9 3 این آقای 36 به 9 4 میشه 3 4 3 9 تا 4 9 تا و اما حداقل یکی از تاس ها زوج باشه حداقل یکی از تاس ها چی باشه؟ زوج باشه میگم آقا هر دو زوج درسته حداقل یکیشون زوجه بیا حالا هر دو تا زوج باشه مهم نیست هر دو فرد نو عرض به حضور شریفت که اولی زوج دومی فرد درست است یس اولی فرد دومی زوج هم درست است پس برای حداقل یکی از تاس ها زوج باشه این جمله درسته اینم درسته اینم درسته باز سه نقطه میشه چند تا میشه 27 تا 27 به روی چند 36 ساده بکنمش میشه 3 به روی 4 خب من یه لحظه نگاه کنم ببینم که چیزی از قلم جا نیفتاده دوستان عزیز عرض به حضور حضرات که تخته رو باید نگاه کنم هر دو زوج رو گفتم هر دو فرد رو گفتم حداقل یکی از تاس ها فرد حداقل یکی از تاس ها زوج رو نیز گفتم یکی زوج دیگری فرد رو هم گفتم بچه ها میتونم مثلا بگم هر دو تا تاس اولم باشه اینم اضافه کنم احتمال این که هر دو تاس هر دو تا تاس چی باشه؟ اول خب نگاه کن تاس اول میتونه اعداد اول چیه؟ میخوای اینجا بکشم؟ اعداد اول یا 2 یا 3 یا 5 تاس اول باید تاس شماره 1 باید عدد اول باشه تاس شماره 2 هم باید عدد اول باشه پس باز یا 2 میتونه باشه یا 3 یا 5 2 3 5 2 3 5 کلا شد چند تا حالت 9 تا حالت که احتمال میشه تعداد حالات مطلوب به روی کل حالت های ممکن 9 به روی 36 یا 1/4 خب بچه ها من تایم رو نگاهتی بیاندازم حدودا 45 فکر کنم شد 45 دقیقه فیلم میتونم اشتباه کنم و ترجیح میدم فیلم رو اینجا خاتمش رو اعلام کنم باز با دو تا تاس یه سری کار دارم میخوام برم سراغ این که بگم چه موقع حاصل جمع دو تا تاس زوج میشه یا حاصل جمع فرد میشه حاصل ضرب چه موقع زوج یا چه موقع فرد میشه اون نیاز به یه یادآوری از مبحث جبر و اوایل سال داره پس اینجا در واقع خاتمه این جلسه رو اعلام میکنم و شما رو به خدا میسپارم تا جلسه بعد خدا نگهدار به امید دیدار